دومین جلسه وبینار نویسندگی احساس برانگیز یا نویسندگی با توجه به احساسهای نویسنده، این رو در خدمتون هستیم، با هم دیگه شروع میکنیم. بسیار از نویسندگان هرچند تجربیات فراوانی هم که دارن، اما فارسی نویسی رو خوب نمیدونن. با افزایش دایره این نویسنده ها از موج که ما بهش میگیم موج الکترونیک و رسیدن تعداد صدها نویسنده به صدها هزار نویسنده، دامنه این غلط نویسی یا ضعیف نوشتن یا بد نوشتن روز به روز بیشتر و بیشتر میشه، تا به جایی میرسه که حتی در وبسایت ها و رادیو و تلویزیون های حرفه‌ای و روزنامه نگاری حرفه‌ای داخل و خارج از ایران روزی نیست که اشتباهات بزرگ نوشتاری، دیکته، نمونه خوانی، ادبی و مفهومی اتفاق نیفت. در حقیقت بگذارید یک نگاهی بکنیم به شکلی که ما در ادبیات خودمون پیش رفتیم. به نظر من ما در ادبیات خودمون از یک مرحله عبور کردیم، حالا ما که نه، همه در حقیقت از یک مرحله عبور کردیم که بهش میگیم که حالا کهکشان گوتنبرگ به تعبیر آقای مارشال مکلوهان میگه که کهکشان گوتنبرگ، ما از کهکشان گوتنبرگ عبور کردیم و رسیدیم به رسانه‌های الکترونیک. در موج کهکشان گوتنبرگ ما تیراژ کتاب‌ها و روزنامه‌ها و مجلاتمون چه در زمان رژیم گذشته و چه در سال‌های اخیر تیراژ پایینی بوده. هم خواننده‌مون پایین بوده، هم نویسنده‌مون پایین بوده. سانسور توش نقش داشته و خیلی چیزهای دیگه، و همین باعث شده که ما خواننده های خوبی یا به اصطلاح نویسنده های خوبی روی کاغذ نباشیم. در حقیقت ما عبورمون از این کهکشان عظیم که توش هزاران و صدها هزار میلیون ها کتاب تولید شده در به اصطلاح یه دوره 300-400 ساله، عبورمون یک عبور شتاب زده و ناقص بوده. مردم کتاب نمیخوندن، روزنامه نمیخوندن، تیراژ پایین بوده و ما نتونستیم که تو اون موج درست بخونیم. بعد یه دفعه وارد موج رسانه‌های الکترونیکی شدیم، یعنی حالا تلویزیون، روزنامه، رادیو و کلیه ارتباطات که تو این حوزه معنی میگیره، و نویسندگی به یک شکلی در حقیقت در حوزه اینترنت مطرح شده. تعداد زیادی شروع کردن نوشتن و دیگه اون کنترل کیفیتی که میبایست یا به طور طبیعی وجود داشته در رسانه‌های به اصطلاح کاغذی، در رسانه‌های الکترونیکی وجود نداشته. جدا از این موضوع، پاسخ به این سوال که چجوری میشه خوب نوشت مستلزم دانستن برخی نکته ها و تمرین و تجربه است. از یاد نمیبریم که زبان فارسی زبانی است پیچیده و دانستن زبان فارسی برای یک ایرانی الزاماً به این معنی نیست که ما میتونیم بنویسیم. در مورد بقیه زبان هم همینطوره تا حدی. یعنی اگر کسی آلمانی رو بتونه راحت حرف بزنه یا درس آلمانی خونده باشه، معنیش این نیست که بتونه یه داستان خوب بنویسه. در مورد فارسی این به طریق اولا اینطوری هست. یعنی اگر که فرض کنیم که فاصله میان آنچه که ما می نویسیم و فاصله میان آنچه که می گیم یا فکر می کنیم زیاد باشه، این مسئله باعث میشه که ما دوچار دشواری بشیم در نوشتن.
یعنی گفته میشه که زبانهایی که کامل نیستن، زبانهایی که علمی نیستن، زبانهایی که مدرن نیستن، اینها خصوصیت به اصطلاح یکی از خصوصیتشون اینه که اون چیزی رو که میگیم اون چیزی نیست که مینویسیم. اینا با هم فرق داره. مثلا شما همین رو توی مثلا زبان فارسی میبینید که 60% فاصله وجود داره میان آنچه که میگیم تا آنچه که مینویسیم. مثلا من از خیابان رد شدم، یا من از خیابان عبور کردم، یا اینکه از خیابان رد شدم، یا از خیابان رد شدم من، یا مثلا از خیابان گذشتم. هزار تا حالت وجود داره برای این. اینکه ما همه اینها رو فکر کنیم که مقصود اون رو برآورده میکنه با آنچه که بنویسیم، اینا با هم فرق میکنه. در زبان هایی مثلا زبان انگلیسی، زبان آلمانی، اینها زبان هایی است که نوشته، میان نوشته و آنچه که خونده میشه، یا میان نوشته و آنچه که فکر کرده میشه، فاصله کمی وجود داره. ما حتی خیلی وقت لغتی رو می نویسیم بدون اینکه همون جور که نوشتیم بخونیم. تو زبان فرانسه شما مثلا می بینید بسیار از حروف حذف میشه تو کلمه موقعی که خونده میشه، و این فاصله وجود داره بین زبان علمی و زبان یا زبان به اصطلاح مدرن و زبان سنتی. در بعضی کشورها این مسئله خیلی شدیدتره. یعنی مثلا تو زبان عربی گفته میشه مثلا یه چیز حدود 80% فاصله وجود داره میان زبان نوشتاری با زبان گفتاری، و مردمی که می نویسند با مردمی که حرف می زنند کاملا شاید متفاوت باشن. اون چیزی که می نویسن اون چیزی نیست که میگن. به نظرم برای کسی که میخواد فارسی بنویسه راههای زیادی وجود داره تا کم اشتباه تر، زیباتر و اثرگذارتر بنویسه. به طور کلی نوشتن در همه زبان ها کار ساده ای نیست. در بعضی زبان ها کار ساده تریه، در بعضی زبان ها پیچیده تره. در زبان فارسی به دلایل مختلف فارسی نوشتن سخت. من چند تا از این دلایل رو به شما میگم. اول اینکه زبان فارسی برای مدت طولانی کاربرد ادبی داشته و بخشی از واژه ها وارد اون نشده و در اون جاری نشده. در ایران بزرگ ما در یک دوره تاریخی شاید 700 ساله ما 3 زبان داشتیم. زبان فارسی برای فرهنگ و ادبیات بوده، زبان عربی برای علوم بوده، و زبان ترکی در خیلی دوره‌های تاریخی به عنوان زبان دیوانی بوده، زبان اداری بوده. طبیعی است تو این حالت می‌بینید که مثلا یک دانشمندی مثل ابن سینا آثارش رو به زبان عربی می‌نویسه، ولی همین ابن سینا اگه بخواد شعر بگه میاد فارسی شعر میگه. برای همین ما نویسندگان داریم یا اندیشمندانی داریم که آثار فلسفیشون به زبان عربی است و آثار ادبیشون به زبان فارسی. اینا این دلیل نمیشه که کسی عرب باشه یا ایرانی باشه یا یعنی ترک باشه یا فلان. در حقیقت باید در نظر بگیریم که این 3 زبان وجود داشته. زبان فارسی به همین دلیل بخشی از واژه ها رو نداشته. بعدن وقتی که با زبانهای دیگه تلفیق میشه یا زبانهای دیگه واردش میشن، این واژه ها میاد و جذب این زبان میشه. نکته دوم که چون زبان فارسی یک زبان علمی و مدرن نبوده و در میان نوشتن و گفتن اون تفاوت وجود داشته، خیلی آسیب پذیریش بالا هست و نوشتن بهش دشواره. یعنی مثلا شما وقتی می نویسی میان نوشتن محاوره‌ای و نوشتن ادبی فاصله زیادی است. باز خود نوشتن محاوره‌ای ما چند دوره مختلف
داریم که در دوره های مختلف زبان فارسی به شکل های مختلفی بروز کرده و ظاهر شده. به همین دلیل مثلا میبینید که زبان هایی که در زبان زبان مدرن شناخته نمیشن، اینها خیلی در به دلیل اینکه با نوشتن کامل نمیشن خیلی در معرض نابودی قرار میگیرن. خیلی از کشورهای آفریقایی مثلا اصلا زبان دارند ولی خط ندارند. مثلا یه زبانی وجود داره در فلان کشور، مثلا در خیلی از کشورهای آفریقایی 10 تا 15 تا زبان وجود داره ولی همه خطشون مثلا انگلیسی یا فرانسه است. یا مثلا فرض کنید موضوعی که در مورد جمهوری آذربایجان بود و خیلی چیز عجیب غریبیه و اسف انگیز این که مثلا در کشور آذربایجان 3 بار خط عوض شده، یعنی اینکه مثلا خط یه موقعی خط فارسی عربی خط زبان ترکی بوده، بعد سیریلیک یا همون زبانی که مال روسا بود اون میشه خطشون، و بعد الان دوباره لاتین شده. این معنیش اینه که تمام گنجینه‌ای که وجود داشته، گنجینه کتبی که وجود داشته برای یه دوره مثلا 30 ساله، 60 ساله، 70 ساله، 200 ساله کلن از بین میره و دوباره همه اینا دوباره میاد به یک زبان دیگه، دوباره اون از بین میره. خب این بلای عظیمی که سر یه فرهنگ میاد. نکته سومی که باید بهتون بگم اینه که چون زبان فارسی در معرض آلودگی فراوان در از سوی زبانهای دیگه هست، این موضوع به طور طبیعی فارسی نویسی رو دشوار میکنه. یعنی اینکه ما خب زبانی داریم که پر از واژه های مختلف از جوانب مختلف هست. من اونقدر که واژه های هجوم واژه های عربی از فرهنگ به اصطلاح دنیای عرب از 1000 سال پیش شاید ما رو آغشته کرده، زبان ما رو، من اونقدر خطر نمیبینم که از اون هجوم بلا تکلیف و هضم نشده واژه های انگلیسی و فرانسه، حالا فرانسه باز در حقیقت سالها گذشته از به اصطلاح اومدن واژه های فرانسه و فرهنگ ایرانی، ولی واژه های انگلیسی هنوز داره به اصطلاح ترکیب میشه با واژه های فارسی. زبان عربی در حقیقت ما واژه هاشو گرفتیم و این خیلی از این واژه ها اصلا در معنای دیگری داره استفاده میشه. یعنی مثلا اگه دقت بکنید ما بسیار از واژه هایی که از زبان عربی وارد زبان فارسی شده اینا اصلا معنایی که در زبان عربی داره رو ندارن. از طرف دیگه این واژه ها حذف شدن، یعنی خیلی وقتا ما واژه فارسیش رو به دشواری میتونیم به کار ببریم. خیلی وقتا ما واژه انگلیسی رو برای جایگزینی واژه عربی میگذاریم، در حالی که اون واژه عربی جا افتاده تو فارسی، حتی ممکنه تو زبان خود عربی از بین رفته باشه. بس بر سر این نیست ما که با حالا این چون از زبان عربی اومده بهتره یا از زبان انگلیسی اومده بهتره، نه اصلا بس بر سر اینا نیست. وقتی هم که ما استفاده میکنیم از یه واژه‌ای در حقیقت میخواییم که به اصطلاح مفهوم ذهنمون رو منتقل بکنیم، میخواییم که مقابل تصویری که در ذهنمون هست منتقل بکنیم. اما خب از طرف دیگه مثلا خب واژه هایی از زبان فرانسه، روسی و انگلیسی وارد زبان ما شده. واژه های روسی خیلی هاش خب مثلا فرض کنید با اتومبیل وارده فرهنگ ما شد، نه اینکه حالا با ماشین اومده تو فرهنگ ما، ولی
واژه هایی که مربوط به اتومبیل و تکنولوژیه، به دلیل اینکه خب خیلی از اینا از روسیه اومده وارد شده. واژه های فرانسه خیلی هاش با زندگی مدرن وارد زندگی ما شده و من یه بار حساب کردم بین 500 تا 1000 تا واژه فرانسه است که ما به طور طبیعی به کار میبریم و خیلی وقتا مثلا نمیدونیم که اینا فرانسه است. ما بعد بعضی وقتا ما یه واژه فرانسه رو با یه واژه فرانسه دیگه ترجمه میکنیم. مثلا اگه بگم ارمواغ چیه میگیم کمد، خب در حال که هر دوتاشون دو تا لغت فرانسوی هن که هر دوشون دو نوع کمد رو نشون میدن. واژه های فرانسه در حقیقت خیلی هاش توی زبان فارسی اومده و تعریف شده و حتی جای خودش هم پیدا کرده و حتی ما بار عاطفی هم پیدا کرده خیلی از این واژه ها و ما میتونیم باش کنار بیایم. اما یه خطر واژه های انگلیسی حرامزاده خیلی، یعنی واژه هایی که همین الان داره با ما مواجهه میکنه و جایگزین میشه به جای کلمه فارسی. لچم جمعیت فراوانه، ببین 10% از جمعیت مردم ما که اتفاقا جز گروه های مؤثر اجتماعی هستند روی مسئله فرهنگی، اینا بیرون حوزه زبانی فارسی زندگی میکنن. برای همین ما زبان فارسی فرانسه داریم، فرانسوی داریم، زبان فارسی انگلیسی داریم، زبان فارسی آلمانی داریم و همه اینا هستن توی زبان. به نظر من خب یه مقداری توجه به این موضوع مهمه برای کسی که مینویسه. نکته چهارم که باز برای نویسنده باید بهش توجه بکنه اینه که زبان فارسی روز یه زبان زنده است، یعنی یک جامعه‌ای که زندگی فرهنگی فعال داره، یه زندگی اجتماعی فعال داره، روابط بین المللی فعال داره، دائما در حال تولیده. این جامعه داره هی واژه به اصطلاح تولید میکنه. مثلا شما یه دوره جنگ رو در ایران ببینید یا مثلا دوره اصلاحات رو ببینید، در هر دوره‌ای بنا به وضعیت که تو کشور وجود داشته ما یه عالم واژه تولید کردیم، یا واژه ها از معانی خودش خارج شده و معانی دیگری رو گرفته، یا واژه هایی به وجود اومده در خیابان که اصلا هیچ چیزی نداره، هیچ معنی نداره. مثلا خفن، ما نمیدونیم خفن یعنی چی، از کجا اومده اصلا، معناش چیه، نادخ یعنی چی، یا مثلا تغییری که توی بار عاطفی واژه اومده، مثلا اینکه مثلا حال کردن، حال دادن، حال گرفتن، حال پخش کردن، حالشو بردن، این چیزا که اینا. و خیلی از واژه‌ها تو کتاب تو خیابون به دنیا اومدن، همزمان با اونها خیلی واژه‌ها تو کتاب ها موردن. ببینید مسئله اینه که ما هم با یه سر واژه سر و کار داریم که این واژه ها جای خودشون نیستن و هم با یه سر واژه‌ای سر کار داریم که اینا در یه تعریف زبانی جدیدی دارن معنی میشن، یه تعریف زبانی به اصطلاح شاید بگیم که مثلا اصلا این واژه دقیقا ترجمه به اصطلاح دستور ترجمه واژه یا اصطلاح انگلیسی است که اومده توی زبان فارسی این ترجمه شده و ما داریم از اون استفاده میکنیم که اصلا ربطی به دستور زبان فارسی نداره. حالا ما حفظ نوامیس زبان فارسی رو نمیخوایم بکنیم و میخوایم بگیم که چطوری باید فارسی رو بهتر نوشت.
قسمت اول گفت به صورت دومین وبینار خودم رو درباره فارس که موضوع جلسه امروز فارسی نویسی درست بود اینجا تموم میکنم و به سوالاتی که دوستان دارند گوش میکنم و به سوالات پاسخ میدم و بعد از اون میریم به بخش دوم. سوال در مورد سوالی که آقای آیدین کردن و سوال مهم و درستی هم هست اینه که بخشی از روی کردی که جامعه نشون میده به بر علیه زبان عربی و گاهی وقتا به نفع زبانهای اروپایی، این ماهیتا یک نوع ارزش گذاری است که جامعه میکنه به این که مثلا آزادی همزمان با زبان عربی گرفته شده و دموکراسی همزمان با زبان انگلیسی، همیشه انگار که زبان انگلیسی موزیک متن زبان دموکراسیه و زبان عربی موزیک متن استبداده. خب این حرف درستیه، کاملا هم درسته، ولی من بحثم بر نمیگرده به موضوع الان جامعه ما. یعنی من بحثم این نیست که زبان عربی، ببین زبان عربی که امروز وارد زبان ما نشده، که زبان عربی 10 قرن پیش وارد زبان ما شده. ما وقتی میگیم ابن سینا، ما ابن سینا رو نمیتونیم به فارسی بگیم که ابن سینا خب تو ایران به دنیا اومده، تو ایران زندگی کرده، تو ایران بوده، دانشمند ایرانیه، ولی خب همه آثارش به زبان عربیه. ما که نمیتونیم ابن سینا رو بگیم ما ابن سینا رو داریم ولی آثارش رو بندازیم دور، نه، ما اینو باید ترجمه کنیم به فارسی، به خاطر اینکه اون موقع نبوده، به خاطر اینکه اون موقع ما زبان فارسی جای درستی رو نداشته. بنابراین این یکم مشکلات هست. حرفی هم که شما میزنید حرف درستیه. نکته ای که میگه دوستمون میگه این که زبان اروپایی زبان جدیده و زبان عربی استفاده نداره. ببینیم ما نمیخوایم که در مورد واژه های زبان عربی که در فرهنگ ما هست، خب این واژه هست 1000 سال هم هست، 500 سال هم هست و ما به طور طبیعی داریم ازش استفاده میکنیم. خب طبیعی است که اگر من بتوانم واژه مناسبی رو پیدا بکنم مثل واژه و اینو بیام به جای لغت بذارم، خب مشکلی من نخواهم داشت. واژه بسیار کلمه زیبایی است و من میتونم، جامعه میتونه باش عادت بکنه، پیش بره. اگه ما بیایم بگیم مثلا بتونیم پیدا کنیم برابرنهادهای به صورت واژه‌های مقابل خیلی خوب رو و این واژه‌ها رو بیاریم بشونیم جای کلمات عربی یا هر کلمه دیگری، این درسته. اما اینکه زبان اروپایی جدیده، زبان اروپایی یه جایش اجتناب ناپذیره و هیچ شکی هم نباید بکنیم که وقتی ما میتونیم از هلیکوپتر استفاده کنیم و کلمه هلیکوپتر برای شنونده ایرانی خیلی راحت تره، ما بی خودی برای چی باید بیایم هلیکوپتر رو بکنیم چرخ بال؟ چه مرضی داریم؟ خب هلیکوپتر هست کلمه‌اش و ما نه بر تو نوشتنش مشکل داریم، نه تو خوندنش مشکل داریم. اصلا خیلی وقتا بعضی واژه ها انقدر جا افتاده، مثلا فرض کنید ما میگیم در کوران حوادث، در حالی که کوران یک کلمه کاملا فرانسه است، ولی این اومده تو فرهنگ ما، مشکلی هم باش نداریم. حالا برای چی باید با این دعوا کنیم؟ یه سری واژه هم هستن که بنا به شرایط اجتماعی حذف میشن. یعنی شما وقتی که فرض کنید اومده یه وزارتی به اسم وزارت دادگستری
تشکیل شده شما واژه عدلیه رو حذف میکنی، این واژه میره، الان دیگه ما نداریم. وقتی بهداشت رو به وجود میاری این واژه جایگزین خوبی میشه. ما با جایگزین های خوب خیلی خوب میتونیم زبانمون رو تا حدی تمیز و خوب نگه داریم، اما ما یه سری حمله داریم. یعنی مثلا من که میرم آمریکا احساس میکنم یه سری این مردم مهاجر توی کشور آمریکا، ایرانی های مهاجر، اینا با این کلماتی که خیلی راحت میتونن، به اشکالی نداره اون آدم با من بیاد انگلیسی حرف بزنه، ما با هم انگلیسی حرف بزنیم، ما دو تا ایرانی داریم راجع به یه موضوع حرف میزنیم، انگلیسی راحت تر میتونیم حرف بزنیم، خب باید بزنیم. اما وقتی فارسی داره حرف میزنه این با این کلماتی که میتونه خیلی راحت مثلا پرواز کردن رو لزوم نداره حتما کلمه انگلیسی رو بذاری، یا مثلا رانندگی کردن، خب رانندگی کردن کلمه است که میتونه نه کلمه پیچیده ایه نه کلمه سختی که نیست، که یه کلمه خیلی ساده است، خب همونو بگو دیگه، چیزی نیست که. خب ما ببین در حقیقت اگر که ما اینجوری نگاه کنیم به موضوع که ما در مورد زبانهای اروپایی یه سری واژه هاست که وارد زبان ما میشه، مثل کلمه چت. خب زبان فارسی وقت مثلا یه کلمه رو وارد زبان میکنه مثل چت، ما با این دوتا مشکل نداریم که هم اون چت رو میتونیم بپذیریم همین چت رو میتونیم بپذیریم، اما مشکل ما اونجای شروع میشه که یه دفعه یه کلمه ای که نه قرار بوده که وارد زبان ما بشه، خب مسئولیت هم بیشتر میشه، یا خب مسئولیت هم بیشتر میشه، خب مسئولیت خب یه واژه‌ای که سابقه داره، ریسپانسیبیلیتی هم بیشتر میشه، خب ریسپانسیبیلیتی که 6 برابر سختتر از مسئولیته، بعد چی بعد اینا؟ خب پروژه رو ما پذیرفتیم توی یه دوره‌ای که زبان فرانسه اومده، حالا چه رو هم بعد بگم پروژکت؟ خب هم پروژه هست، کوریر هم اپروچ کنه، این خب اینجا من مشکل پیدا میکنم که آقای تلویزیونی که مثلا تو یه تعهدی داری به زبان، خب بالاخره باید درست حرف بزنی دیگه، خب به این مخاطبت بگو که سعی کنه فارسی حرف بزنه، ما داریم فارسی حرف میزنیم. چرا خیلی سوژه خوبیه، ولی خب خیلی سوژه روشنفکریست که شاید مثلا فکر میکنم مثلا یه فیلمایی مثل بانوی زیبای من اگه یادتون باشه مثلا روی همین موضوع توجه خاصی کرده بود، یه زبان خاصی است اسمش رو یادم رفته توی انگلیس که از اون زبانایی که به اصطلاح به نوعی زبان کوچه اونجا خونده میشه و این یه مقدار رو اون لهجه کاگنی نمیدونم درست یادم نیست روی این سوژه کار کرده بود و چیز جالب. ببین آسیب شناسی زبانی مسئله خیلی مهمیه. ماها به من مثلا خودم رو طنز که کار میکنم یکی از مسائلی که برای من خیلی مهمه این جنگیست که دارم با کلمات پروپاگاندا، کلماتی که حکومت استفاده میکنه برای تبلیغات، ما باید کلمات تبلیغاتی حکومت رو مورد هجوم قرار بدیم. یکی از چیزهایی که حالا بعدا تو بحث طنز خواهم گفت این موضوع خیلی مهمه، من باید سعی کنم کلمات تبلیغاتی حکومت رو چنان آلوده بکنم که اون نتونه به راحتی استفاده کنه ازش، هر وقت میخواد استفاده کنه خودش خندش بگیره،
اینجا به نظرم نقطه کلیدیه. و به نظر من حالا آسیب شناسی زبانی به همون اندازه میتونه کمک بکنه که آسیب شناسی به اصطلاح اجتماعی، هر دو تأثیر داره. اما آسیب شناسی زبانی بحثی است که به نظرم چیز مهمیه و وظیفه است که ادبا و نویسندگان و روشنفکران به عهده دارند و مدیران رسانه ها که باید بهش توجه بکنند. خب بله، قبول دارم. خب شما اگر که در بیرون ایران زندگی کنید که کلمات فرنگی میشنوید، اگه تو جامعه به اصطلاح فرض کن آمریکایی زندگی بکنید، خب این کلمات رو طبیعتاً باید همون رو به کار ببرید. ولی وقتی که ما تو زبان فارسی داریم زندگی میکنیم، ما تو زبان فارسی اونجا باید سعی کنیم که هم زبان فارسی رو از آلودگی نجات بدیم، هم زبان غیر فارسی رو. یعنی به نظر من گاهی وقتا این زبان آلوده لس آنجلسی، این بدون اینکه خودش بخواد داره به یه شکل خیلی بدی لطمه میزنه، بدون اینکه اصلا ضرورت داشته باشه. یعنی کاش ضرورتی می داشت، ما فکر میکردیم که چنین ضرورتی وجود داره. این که میگم ما فکر میکردیم، یعنی این که برمون اثبات میشد همچی ضرورتی وجود داره و ما این کار رو میکردیم و این رو میپذیرفتیم. اما هرچی فکر میکنم من به این ضرورت هنوز نرسیدم. نظر من معادل سازی اگر که منجر نشه به این که مثلا فرض کنید واژه‌ای به اسم رایانه یا یارانه یا دهک، اینا واژه هاییست که ما داریم استفاده میکنیم و این واژه ها به اصطلاح یا چالش مثلا، این واژه ها به ما میتونه به اصطلاح یه جایگاه خیلی خوبی رو برامون فراهم بکنه و زبان رو خیلی خوب پیش ببره. ولی خیلی کلمات معادل احمقانه است و واقعا پاسخ مشکل ما نیست. به نظرم بهتره که اونا رو حذف کنیم، بذاریم کنار. والا شبکه من خودم الان تو فیسبوک، تو شبکه اجتماعی دارم ارتباط برقرار میکنم، به زور اونجا گنده نوشتیم آقا پینگلیش ننویسید. اصلا این پینگلیش نوشتن و فارسی را با واژه ها با حروف انگلیسی نوشتن، این خودش یکی از آسیب های مهمی است که به زبان فارسی زده میشه. واقعا نفسمون میبره که تا هر دفعه تذکر بدیم توی شبکه های اجتماعی میل به انتقال به اصطلاح حسای فرد دارن دیگه. حالا ممکنه این خیلی راحت رد تبدیل بشه به اصطلاح با کلمات پینگلیش راحتر بتونن ارتباط برقرار بکنن. خیلی بچه ها الان با پینگلیش راحتر می نویسن تا با کلمه فارسی. یعنی هستن با کلمه فارسی تو کامپیوتر بلد نیستم، تو چت بلد نیستم بنویسم. به نظر من این یه اشکال بسیار اساسی است. خب بریم سر بقیه بحثمون. ببین، ما برای اینکه بتونیم فارسی رو خوب بنویسیم باید یه کارهایی بکنیم. من یه سری پیشنهادهایی دارم که اگه میخوایم فارسی رو خوب بنویسیم، تمیز بنویسیم، توجه به این پیشنهادها میتونه به ما کمک بکنه.
اولین چیز اینه که دایره واژگان خودمون رو وسعت بدیم. واژه یا کلمه مهمترین ابزار نویسنده است. فرض ما بر این است که نویسنده تا حد زیادی با دستور زبان فارسی آشناست و اگر میخواد بنویسه و با دستور زبان فارسی آشناست و این رو میدونه که ما به دلیل تاریخمند بودن زبانمون، ادبیاتمون، گونه های مختلفی از نثر و ادب فارسی وجود داره، ما باید سعی کنیم که تا حد امکان این واژه ها رو، اون واژه هایی رو که به دردمون میخوره، اون واژه هایی که زیباست، اون واژه هایی که کاربرد داره برامون، اینها رو بیاد. ببینید یک نکته ای رو توجه بکنید. من وقتی دارم می نویسم به هیچ وجه ملزم نیستم و نباید برم به طرف این که مثل خیلی از کسانی که تعداد واژه‌شون رو محدود و کم دارن میکنن و زبان رو دارن به اصطلاح زیبایی زبان رو میگیرن، من نباید ببرم زبان رو به اون سمت. ما باید زبان رو زبانی غنی داشته باشیم و از اون زبان غنی استفاده بکنیم. ما یه سری اطلاعاتی از این حداقل های از ادب فارسی داریم، با اونها آشنا هستیم، اما نویسنده برای خوب نوشتن نیازمند اینه که قبل از ورود به بازار نویسنده، که قبل از ورود به نوشتن، قبل از اینکه شروع کنه به خوندن، ببین ما باید جیبامون رو پر از واژه بکنیم. یعنی در حقیقت وقتی من میخوام بنویسم، من باید واژه داشته باشم، باید کلمه داشته باشم، باید کلمه های مختلف داشته باشم و این کلمه ها رو باید از یه جایی باید به دست بیارم. این کلمه ها جز این کتاب ها تو جای دیگه نیست. خب من باید این کتاب ها رو بخونم، ولی چجوری باید کتاب بخونم؟ من فکر میکنم که یکی از چیزایی که برای ما در حقیقت ما رو ثروتمند میکنه به عنوان کسی که میخواد فارسی به اصطلاح بنویسه این است که بریم سراغ خوندن آثاری که توش واژه های فراوانی رو میتوانیم پیدا کنیم. من وقتی یه ترجمه از سیدنی شلدون یا مثلا من چه میدونم جان گریشام یا مثلا فرض کن حتی مثلا فرض کن یک مجموعه مقاله سیاسی روز میخونم، من هیچ واژه جدیدی دستم نمیاد، هیچ واژه‌ای اضافه نمیشه. من یه روز حالا شما وقت آثار آقای بیضایی رو بخونید، مثلا سنگ صبور صادق چوبک رو بخونید، یه دفعه مواجه میشید با یه عالم کلمه واژه که اینا باید اینا همش واژه های زیبای ادبیات فارسی. خب اینا باید ازش استفاده کنید. به نظر من بعد بریم سراغ آثار مهم ادبیات فارسی و اینها رو بذاریم کنارمون و بخونیم. من خوندن حافظ، بوستان و گلستان سعدی، مولانا، اگه این آیدین عزیز تصویر پنج رو بگذاره، تذکرت الاولیا، تاریخ بیهقی، تاریخ طبری، قرآن، توراتی که به فارسی نوشته شده باشه، انجیل، اوستا، گیلگمش،
سمک عیار، نوادر راغب اصفهانی، لطایف و طوایف، خمسه نظامی، فردوسی، خیام، روزنامه اعتماد و سلطنه به خاطر داشتن واژه ها و نصر خیلی خوب، عبید زاکانی، کتاب کوچه شاملو و همه آثار شاملو، همه آثار هدایت، به خصوص تحقیقات هدایت درباره ادبیات، اخوان سالس و آثار بیضایی رو توصیه میکنم. به نظرم باید بشیم با دقت اینها رو نگاه کنیم. ببینید فرق زمانی که من دارم یک کتاب داستان معمولی میخونم با زمانی که من دارم مثلا فرض کنید تذکرت الاولیا میخونم چیه؟ من وقتی دارم نشستم یه مقاله معمولی سیاسی میخونم، حد اکثر مثلا فرض کن با 3-4 هزار لغت سر و کار دارم، ولی وقتی تذکرت الاولیا رو میخونم یه دفعه میبینید که 200 تا لغت جدید پیدا میکنم، 500 تا لغت جدید پیدا میکنم. خب وقتی حافظ میخونم میتونم 50 تا لغت جدید پیدا کنم، در حالی که مثلا اگر من یه رمان روز مثلا معمولی رو بخونم ممکنه 3 تا لغت جدید بیشتر توش پیدا نکنم. لغت چرا من باید برم دنبال لغت جدید؟ به خاطر اینکه دایره واژگان من محدوده. بحث بر سر این نیست که من برم از قدیم واژه پیدا بکنم، بحث این نیست، بحث اینه که اینا جزء ادبیات فارسیه و بحث اینه که ما با این ادبیات فاصله گرفتیم، نه اینکه فاصله گرفتیم. ببین این فاصله گرفتن ما قابل توجیه نیست، با یعنی نمیتونیم بگیم چون زمان گذشته بنابراین هر چه که اتفاق افتاده درسته. خب خود ما داریم میگیم سانسور وجود داره، خود ما داریم میگیم که کوتاهی وجود داشته توی رابطه بین ما و زبان فارسی. خب اگر که یه همچین کوتاهی وجود داشته، اگر سانسور وجود داشته، خب من نمیتونم این زبان رو رها بکنم، بذارمش کنار، بهش بیتوجه باشم و به همین سادگی ازش چشم پوشی بکنم. اینجاست که من باید برم این کلمه ها رو پیدا بکنم. اینجاست که من یه دفعه مثلا به فرض کن حسین کرد شبستری رو نگاه میکنم، بعد یه دفعه میبینم چقدر لغت، چقدر واژه هست که ما به دلیل اینکه از ادبیات رسمیمون، از ادبیات تلویزیونیمون و رادیوییمون و سیاسیمون بیرون رفته، ما این واژه ها رو از دست دادیم. من وقتی میخوام بنویسم احتیاج به همه اون واژه ها دارم. به قول کازانتزاکیس میگه این واژه ها سربازان سربی ارتش منند. حالا او داره راجع به وقتی میگه سربازان سربی ارتش، دقیقا با حروف چینی گارسه و حروف چیز داره میبینه، حروف چینی روزنامه قدیمی داره میبینه، نه سیستم به اصطلاح دیجیتال. نکته دومی که به نظر من، یعنی در حقیقت ما اولین کاری که باید بکنیم برای اینکه فارسی رو خوب بنویسیم اینه که واژه پیدا کنیم. ما احتیاج به واژه داریم. هر کتابی که میخونیم باید کتابی باشه که تعداد واژه های ما رو افزون بکنه. نکته دوم کاهش فاصله دست و مغزه. ببین ما تو مغزمون یه عالم اتفاق میفته، یه عالم تصویر ساخته میشه. ما وقتی که میخوایم یه داستان بنویسیم میتونیم این داستان رو تو مغزمون یه جوری تعریف کنیم.
ولی آیا یا خواب میبینی؟ ولی آیا ما کلمات کافی رو برای نوشتن این داریم؟ و آیا فاصله میان مغز و دستمان آنچنان فاصله هست که این کلمات بدون حذف شدن، بدون اینکه فراموش بشن، از کلماتی که از قلم ما یا از رو کیبورد ما جاری میشه بتونیم اینها رو استفاده بکنیم؟ در حقیقت ما بعد اون استهلاک فاصله، ببین من میتونم در ساعت فرض کن 1000 کلمه یا مثلا در 2 ساعت 1000 کلمه بنویسم، در حالی که اگر قرار باشه تصاویری که مغز من میسازه اینها رو به کلمه بنویسیم میشه مثلا 6000 کلمه در مثلا یک ساعت، من چه میدونم شاید بیشتر بشه. من یه عالمه تصویر مغزم میسازه، چجوری من میتونم این تصاویر رو با این کلماتم و با سرعتم دائم بدزدم از مغزم به یه جایی برسه که من بتونم دقیقا همون چیزی رو بنویسم که تو مغزم داره اتفاق میفته؟ یعنی فاصله میان دست و مغزم رو به حد اقل برسونم. خیلی از آدم ها نمیتونن این کار رو بکنن، اینکه هر آنچه رو که میخوان بنویسن. چرا من فکر میکنم یا شما فکر میکنید که فلانی دقیقا اون چیزی رو نوشته که من دلم میخواست بنویسم؟ نه، اون چیزی رو که خودش میخواسته نوشته. مثلا اینکه شما ندارید اون کلمه رو، اون ریتم رو نمیتونید درست کنید، نمیتونید اون فضا رو درست بکنید، او اون فضا رو اومده برای شما درست کرده، همون فضایی که شما دوست داشتید. به نظر من اینجاست که ما لازمه که فاصله مغز و دستمون رو به حداقل برسونیم. در حقیقت در هنگام نوشتن معمولا سرعت مغز ما 10 برابر دستمونه. نویسنده زمانی حرفه‌ای میشه میتونه خوب بنویسه که بتونه بی کم و کاست آنچه رو که در ذهن داره به کلمه در بیاره. برای این کار اولا باید زیاد بخونیم، خوب بخونیم، نثرهای مختلف رو تجربه بکنیم و از اونا تقلید کنیم و جانمایه اونها رو درک بکنیم. ببین درک جانمایه اینا چیز مهمیه. و دیگه اینکه زیاد بنویسیم، رسیدن به نوشته خوب تا زمانی که ما یاد نگیریم که هر نوشته رو نباید منتشر کرد ممکن نمیشه. آقا جان، سطل آشغالی یکی از موجوداتی است که در نوشتن باید ازش استفاده بکنیم. این نوشته رو گاهی وقتا باید پاره کرد، ریخت دور. به نظر من ما باید سختگیری بکنیم بر خودمون، این سختگیری رو باید بکنیم و رضایت ندیم به نوشته های متوسطی که به اصطلاح نشه گفت که این نوشته دارای ارزش های کافی هست. نوشته باید غنی بشه، ثروتمند بشه، چکش بخوره، جا بیفته، تنظیم بشه، آهنگ پیدا کنه، زیبا بشه، به یه اثر تبدیل بشه. یه بار یک کسی از دوستام درباره یکی از کارهای دکتر سروش میگفت که این درسته خیلی حرفای خیلی قشنگی رو زده در موقعی که داره نامه‌ای که نوشته برای آقای خامنه‌ای. این آقای دکتر سروش جز این که یک مطلب خوب نوشته، این تونسته که مثلا یک اثر درست کنه، یک اثر فرهنگی خلق کنه، یک
اثر ادبی درست کنه. اصلا مهم نیست که طرف این کیه، اصلا مهم نیست الان داره خونده میشه این اثر. این اثر 20 سال دیگه هم یه اثر فرهنگی مهم و ارزشمنده. من فکر میکنم که اگر که اینجوری نگاه بکنیم، ما باید سعی کنیم که این فاصله مغز و دستمون رو کاهش بدیم. نکته سوم، کامل نوشتن. این خیلی برمیگرده به شیوه ما در نوشتن. ما میخواییم یک متنی رو بنویسیم و این متن به صورت یک چیزی، یک تصویری، یک وهمی، یک فکری، یک چیزی تو مغزمون وجود داره. مثلا فرض کن یه تحلیل سیاسی، مثلا فرض کن یه قصه، مثلا فرض کن یه شعر. این به صورت یه حس یا یک دانش یا یک فکر تو مغز من وجود داره. من اینو میخوام بنویسم. چجوری من اینو کامل بنویسم؟ چه راههایی وجود داره که من بتوانم تمام این چیزی رو، تمام اون چیزی رو که بهش فکر میکنم یا تصور میکنم بنویسم؟ خیلی وقتا ما از طرح استفاده میکنیم. خیلی وقتا مثلا فرض کن ما آوتلاین میذاریم، یعنی فهرست موضوعی مینویسیم. مثلا فرض کن من میخوام یه مقاله بنویسم، میام بخش های مختلف موضوع رو جدا میکنم. مثلا یه توضیحاتی دارم راجع به یه مقدمه دارم، یه بدنه مطلب هست، بعد تو اون بدنه میام موضوع رو به سنخیت ها، به جنس های مختلف تقسیم میکنم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 تا مطلبه که میخوام من راجبش حرف بزنم. این 10 تا رو مینویسم، بعد اینا رو با چسبای خوبی میچسبونم به هم و سعی میکنم همه اون چیزی رو که فکر میکنم بنویسم. گاهی وقتا من میخوام یه داستان بلند بنویسم، مثلا یه رمان بنویسم، میام همین رو به صورت یه خلاصه مینویسم. یعنی مثلا می‌نویسم فصل اول فلان، فصل دوم فلان، فصل سوم فلان، فصل چهارم فلان. یک بار میام سعی می‌کنم فکرای خودم رو همه رو می‌دزدم از خودم، می‌چینم اینا رو، بعد شروع می‌کنم اینها رو نوشتم و سعی می‌کنم که اینها رو به اصطلاح به صورتی کامل بکنم. یعنی ما برای کامل نوشتن که موضوع سوممون هست، میایم نوشته رو به صورت یک با یه نظم منطقی تقسیم میکنیم، یا به صورت آوتلاین یا به صورت به اصطلاح خلاصه طرح، که حالا مثلا تو فیلم نامه یه جوره، تو نمایش یه جوره، تو داستان رمان یه جوره، و سعی میکنیم یه ساختمان برای این درست بکنیم که بتونیم از این ساختمان استفاده کنیم. نکته چهارم، نوشتن در ورد، که در حقیقت در فضای دیجیتال ما الان دیگه با خودکار دیگه نمی نویسیم. سرفصل نویسی، همون آوتلاین میشه سرفصل نویسی، یا در حقیقت آره دیگه فهرست موضوعی. در محیط دیجیتال ما امکانات خیلی زیادی داریم. یعنی در حقیقت برای یه نویسنده حرفه‌ای، اگر بتونه یک کمی متمرکز بشه روی به اصطلاح محیط ورد و محیط دیجیتال، میتونه خیلی خوب پیش بره و بتونه از امکانات محیط دیجیتال استفاده بکنه. طبیعتا برای کسی که با قلم و کاغذ سر و کار داره و حسایی که در هنگام نوشتن با کاغذ داره، خودش یه حسای عاطفی است و واقعا یه جور شاعرانگی توشه. اصلا اون رابطه که کلمه با دست آدم
برقرار میکنه، این چیزیست که ما به یک شکلی فکر میکنم که خب ما اینو دوست داریم. ولی وقتی که ما میایم از سعی میکنیم که در محیط ورد کار بکنیم، یه دفعه امکانات زیادی پیدا میکنیم. یعنی ما این امکان رو پیدا میکنیم که اول بتونیم بشینیم روبروی یک کاغذ و یک دو سه چهار بکنیم مطلبمون رو، میتونیم چیزایی رو که به ذهنمون میرسه مثلا در زمانهای مختلف هی جابجا کنیم، هی کپی پیست کنیم، یه تیکه رو بذاریم یه جای دیگه و هی مطلبمون رو سامان بدیم. ورد به شدت میتونه به ما کمک بکنه برای اینکه نوشته هامون رو منطقی و خوب بکنیم. حتی تو داستان نویسی خیلی میتونه به ما کمک بکنه، تو طنز نویسی میتونه به ما کمک بکنه بتونیم ریتم حفظ کنیم. یعنی ما میتونیم پیدا کنیم کجا مطلبمون افت داره. ببینید یکی از چیزایی که برای خوب فارسی نوشتن بهش نیاز داریم اینه که ما مطلبمون رو بسنجیم، کنترل کیفیت کنیم. یعنی ما مطلب رو بیایم بگذاریم، شروع کنیم بگیم که خب مثلا اینجا مطلبمون داره افت میکنه، اینجاش نمیخندونه، یا اینجاش غیر منطقیه، یا اینجاش غیر مستدله. متمرکز بشیم رو اون تیکه، اون تیکه رو غنی کنیم بریم جلو. به نظر من این کلن نوشتن در ورد، حالا اگر یه موقعی قرار بود این یک کلاس باشه و به طور خاص میخواستیم روی ورد کار بکنیم، خودش یک امکاناتی داره که میشه از این امکانات استفاده کنیم. نکته پنجم این است که چطوری یه مقاله رو آغاز بکنیم و چطوری پایانش بدیم. شیوه‌های مختلفی وجود داره. گاهی وقتا ما سعی میکنیم که به قول یکی گفته بود که داشت اسبش رو یه کسی میبرد، یه اسب بود یا الاغ، احتمالا الاغ چون اخلاقش بر الاغ میخور، ما داشت الاغش رو میبرد، هرچی میکشید نمیرفت الاغه. کشیشی پیر مردی 87 سالش بود، اومد داشت رد میشد، گفت که فرزندم چی کار داری میکنی؟ گفت که پدر این الاغ من خره نمیاد. گفت که باش حرف بزن. گفت واخه این خره نمیفهمه. گفت چرا فرزندم میفهمه. گفت خب پدر اگه تو بلدی تو حرف بزن. گفت باش. چماغ اینو گرفت و محکم زد تو سر الاغه، گفت بیا فرزندم، بیا الاغه عزیز، و الاغه رو برد. بعد این صاحب الاغه گفت که خب تو که زدی تو کله این. گفت ببین قبل از این که حرف بزنی باید متوجهش بکن. حالا ما گاهی وقتا موقعی که میخوایم مطلب رو شروع کنیم باید اول خواننده رو متوجه کنیم. گاهی وقتا شما این تو همون کلمات اول سعی میکنی که مخاطب رو، خواننده رو متوجه کنی که من دارم راجع به چی حرف میزدم. در را باز کرد و وارد اتاق شد. یا مثلا روزی که سانتیاگو ناصر قرار بود ساعت 8 صبح کشته شود، با کت و شلوار سفید آمد روبروی آینه ایستاد و موهایش را شانه کرد. همون اول داستانشو میگه. یا مثلا و خدا باران شد و باری. یا مثلا در حقیقت شما سعی میکنید با یک ضربه مخاطب رو پرت کنید وسط داستان، هولش بدید وسط حوز و با او همراهی بکنید. به نظر من موقع شما میتونید با ضربه شروع کنید. گاهی وقتا با ضربه شروع نمیکنید. گاهی وقتا من چه میدونم شما با یه شعر شروع میکنید.
سعی میکنید احساس های مشترک رو به وجود بیارید، بعد وقتی که احساس مشترک و همبستگی یا مثلا سمپاتی رو ایجاد کردید بین خودتون و مخاطب، اون موقع مثلا فرض کن با او راه برید و با او مسیرتون رو ادامه بدید. به نظر من روش های مختلفی است که هم تو آغاز مطلب و هم تو پایان بندی مطلب، که تو پایان بندی هم به نظرم به این باید توجه کنم. من اینا رو در طنز به طور تفصیل خواهم گفت، از جمله تو پایان بندی ها که گاهی وقتا شما وقتی مطلبی رو میخواید پایان ببرید میخواید که خوانندتون فکر بکنه، اگه میخواید فکر بکنه او رو رها میکنید در یک جایی، نتیجه گیری نمی کنید. گاهی وقتا میخواید تعارض رو بگید و میخواید که او رو چند بار به فکر وادار کنید، میایید یک نتیجه گیری میذارید که با کل موضوعتون تعارض داره و او رو متوجه یه پارادوکس میکنید. گاهی وقتا نه، گاهی وقتا شما میخواید طرف رو پرت کنید به اول مطلب، بهش میگن پایان بندی الا کلنگی. فیلم برباد رفته رو دیدید، وقتی که شما مثلا فرض کنید اسکارلت اورا وقتی که پشت آخر رمان، آخر داستان، آخر فیلم میاد و در رو میبنده و برمیگرده میگه فردا 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 هم روز دیگری است، یا فردا به این موضوع فکر خواهم کرد، آدم رو پرت میکنه اول داستان. به همین دلیل که برباد رفته جزء رمان ها و جزء فیلم هایی است که مخاطب مکرر داره، یعنی مخاطبش بارها و بارها و بارها میشینه این فیلم رو نگاه میکنه. من حرفم تمام هست. ما امروز راجع به فارسی درست حرف زدن، فارسی درست نوشتن صحبت کردیم.